به نام خدا. سلام بر شما، به برنامه نگرش خوش آمدید. کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی به کار خود آغاز کردند. معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که صلاحیت این کمیسیون از کمیسیون انتخابات بالاتر بوده و در روند انتخابات عملکرد این کمیسیون به مانند استر محکمه خواهد بود. معاون دوم رئیس جمهور میگوید که کمیسیون انتخابات به صورت مستقلانه کار خود را خواهد پیش برد و حکومت جلو هر نوع مداخله را از بیرون خواهد گرفت. اما نگرانی که مردم دارد این است کسانی که خود مستقل نیستند و به جنای وابسته هستند چگونه انتظار کار مستقلانه را میتوان از آنها برد. پرامون این موضوعات بحث داریم در برنامه شب نگرش. من مصطفی فیضی هستم و مهمانان من در بحث آقای عین‌الدین بهادری، رئیس اجرایی اتحادیه حقوقدانان افغانستان، آقای محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، و آقای اسدالله سعادتی، عضو مجلس نمایندگان. مهمانان گرامی سلام، به برنامه خوش آمدید. آقای سعادتی، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. چقدر باور دارید که کمیشنران انتخاباتی، مشخصا کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی، به صورت مستقلانه کار خود پیش ببرن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم و مهمانان عزیز در بحث. خب به نظر ما بحث کمیسیون شکایات انتخاباتی بحث بسیار عمده و مبنایی نیست. البته واضح است که منازعات انتخاباتی و جنجال های انتخاباتی در هر کشور هست و طبعا در افغانستان بیشتر است و روشن است که مرجعی که به منازعات انتخاباتی رسیدگی میکنه دو خصوصیت را باید داشته باشه: اول استقلال و بی‌طرفی کامل، دوم هم تخصص و فهم تخصصی و حقوقی در رابطه با قضایا. ولی آنچه که مهم است به نظر ما استقلالیت و تخصص و بی‌طرفی و مبناهای کار هست که انتخابات بر مبنای از او برگزار میشه. شما اگر انتخابات درست و دقیق و آری از یا تقلب یا حداقل دارای کمترین تقلب برگزار نتانین، بحث کمیسیون شکایات ولو بهترین کمیسیون هم باشه مشکل حل نمیکنه. به این خاطر من فکر میکنم که اولا در افغانستان مشکلات را همه فردی نگاه میکنه، یعنی کارگزار را زیادتر برش اهمیت میده، در حالی که ساختار مهمتر است. ساختارها فعلا در افغانستان، چی در بخش کمیسیون مستقل انتخابات و چی در بخش شکایات انتخاباتی و شرایط و پیش زمینه ها یا پیش شرط های برگزاری انتخابات فراهم نیست و این بخش عظیمش برمیگرده به خود ساختار و نظم کلان سیاسی دولت که عزم سیاسی جدی وجود نداره. بنابراین در یک همچو شرایط و در یک همچو وضعیت من فکر میکنم بسیار دقیق نخواهد بود که ما بیاییم بحث کنیم که افراد در داخل یک همچو ساختار درست کار میتونه، بی‌طرفانه کار میتونه، مستقل کار میتونه یا نمیتونه. پس از سوال شما به نوعی از اونها ناامید هستین به خاطر مستقل کار کردن؟ چون شعاری را که اینا داده بودن دقیقا توقعی بود که اصلاحات انتخاباتی به معنای واقعی کلمه تطبیق شود و هیچ انتخاباتی در غیاب اصلاحات واقعی برگزار نشه. در اون صورت بود که آدم میتونست امیدوار باشه که انتخابات درستتر برگزار میشه و افرادی که در هر دو کمیسیون هم از کارهای خود درستتر انجام میده. وقتی اصلاحات انتخاباتی انجام نشد و کل اصلاحات تقلیل یافت به تغییر و تبدیل چند تا فرد در کمیسیون ها و تصور حکومت این شد که ما اصلاحات انتخاباتی را انجام دادیم، به این خاطر من فکر میکنم که انتخابات های بعدی از انتخابات های قبلی خوبتر نخواهد بود و نگرانی وجود داره که ما بادا بدتر هم شد. آقای وکیل، یک سکرم باید در نظر داشته باشه، مالا حکومت تنها چند تا فرد از یک جا به جای دیگر نبرد، حالا کمیشنران آورد دقیقا من حیث مشاوران خود ریاست جمهوری و انتخابشان کردن، قانون دقیقا تعدیل کرد و قانون اثر توشیه که توسط فرمان خود، با توجه بر این مسئله فکر نمیکنید که حالا
اصلاحات آنچنانی که امید مردم به صورت نگرفت ولی اصلاحات اندک صورت گرفته؟ خب من منکر نیستم، چون تغییری کمیشنرها را ما هم طرفدارش بودیم وقتی در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هم بودیم، این را به عنوان یک واقعیت و یک ناگزیری میپذیرفتیم. دلیلش هم بسیار روشن بود که به خاطر جنجالهایی که در انتخابات سال 93 به وجود آمد، انتخابات رئیس جمهوری، افکار عمومی نسبت به کمیشنرهای قبلی که حالا برطرف شده به یک شکلی افکار عمومی و اعتماد خود از دست داد. ما برای این که اعتماد عمومی را حداقل در بخش افراد برمیگرداندیم و ترمیم میکردیم، ناگزیر باید کمیشنرها را هم تبدیل میکرد. ولی در قسمت ساختار بس ما ای بود که ای هست که تبدیل کمیشنرها یکی از شرایط لازم بود، یکی از شرایط بسیار کوچک. اما اصلاحات انتخاباتی شرایط دیگه ای میخواه که به هیچ صورت تبدیل کمیسیون شرایط کافی حساب نمیشه. اقدام به خاطر اصلاحات بنیادی صورت گرفته یا خیر؟ هرگز ما هیچ نوع اصلاحاتی صورت نگرفته. در بسیاری از موارد متاسفانه وضعیت خرابتر شده، از جمله در مورد نظام انتخاباتی، نظامی را که در فرمان انتخاباتی پیش بینی کرده در قالب در تعریف هیچ یک از نظام های موجود متعارف نمی آید. حوزه های انتخاباتی را در این فرمان به کمیسیون محول کرده، این بدترین کار ممکن است، جدا از اینکه خلاف قانون اساسی است، چون در ماده 83 قانون اساسی به صراحت میگه که حوزه های انتخاباتی و سایر مواردی امور مربوط به آن در قانون انتخابات تنظیم میگردد. قانون انتخابات حوزه ها را تنظیم نکرده، زیر فشارهای سیاسی یا به دلیل بعضی انگیزه های سیاسی این را به کمیسیون محول کرده. جدا از یک خلاف قانون اساسی است، کمیسیون میتونه با برخورد سلیقه‌ای از همین جا، از همین تعیین حوزه ها در انتخابات ولسی جرگه، البته شورای ملی و شورای ولایتی، انتخابات را از همین جا با بحران روبرو کنه، با تقلب روبرو کنه. بنابراین هیچ نوع اصلاحاتی نشده. ما پیشنهاد کرده بودیم در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که تمام کارت های موجوده باید باطل شود. بله. و لیست رای دهندگان حداقل 3 ماه قبل از برگزاری انتخابات باید با تفکیک ولسوالی ها و ولایات و مراکز رای دهی باید تهیه شود و این لیست توسط ماشین های بایومتریک، توسط اسکن، توسط یک سیستم مدرن باید تهیه شود که قابلیت تکرار نداشته باشه. این لیست باید نشر شود تا ما بفهمیم که چقدر واجد شرایط رای وجود داره. دقیقا اینها همون مبناهای اولیه و ابتدایی و اساسی برای بنیاد یک انتخابات بود که نامش میتونستیم اصلاحات بگذاریم، ضرورت بود. سری از اینا هیچ مکس نشده، از اینا قصدا عبور شده و تنها افراد را تبدیل کرده. و بازم تاکید میکنم که تغییر افراد به هیچ صورت زمینه های برگزاری یک انتخابات بهتر فراهم نمیکنه. تشکر آقای بیبزاده. حالا کمیشنران باید تا خصوصیت عمده داشته باشد. یک، باید مستقل باشند، به صورت مستقلانه کار خود پیش ببرند. دوم، موضوع تخصص و فهم. یا کسانی که من حیث کمیشنر در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان اینا معرفی شدن، اینا این دو خصوصیت دارد یا خیر؟ بسیار تشکر، سلام خدمت شما، مهمان های گرامی و همچنان بینندگان عزیز تلویزیون شما. در حقیقت 3 اصل بزرگ برای نهادهای انتخاباتی وجود داره که 3 اصل میتونه حداقل شفافیت پروسه را کمک کنه و انتخابات بهتر مدیریت شه و همچنان آرای مردم بتونه سرنوشت ساز برای نمایندهایشان و برای زعیم کشور باشه. اصلی که همکار ما فرمودن، اصل بی‌طرفی، اصل استقلالیت، اصل مسلکی بودن، این 3 اصلی است که شفافیت نهادهای مدیریت کننده را تضمین میکنه و همچنان کمک بزرگی برای دموکراسی و برای روان انتخابات در افغانستان میتونه باشه. اما وقتی که ما میریم ارزیابی میکنیم، شاخصه های وجود داره برای افراد جدیدی که در کمیسیون هستند و این 3 اصل ارزیابی میکنیم مطابق 1 شاخصه ها، میبینیم که بحث مسلکی بودن وابسته است برای مهارت های انتخاباتی، تجربه انتخاباتی و مهارت های مدیریتی و رهبری.
که به اساس شاخصه ها ما میتونیم بگوییم که واقعا اینا مسلکی هستن یا خیر، باید گفت که اکثریت تجربه انتخاباتی ندارن، با انتخابات سر کار نداشتن در گذشته، نه در افغانستان و حتی نه در کشورهای دیگر هم اینا انتخابات نه مدیریت کردن و نه رهبری، که بحث مسلکی بودن نهادها را به چالش مواجه میکنه و زیر سوال میبره. بحث وابستگی ها که بحث بی‌طرفی، شما وقتی که پروسه را از اول تعقیب کرده باشین تا امروز میبینین که این پروسه بی‌طرف نبوده. از توشیه فرمان صدور فرمان سیومی، شما وقتی که میرین به فرمان مراجعه میکنین، ماده‌ای که مربوط به کمیته گزینش میشه، گفته میشه که رئیس کمیته گزینش عضو که از استر محکمه میاد باشه، از اونجا استقلالیت و وابستگی ها شروع میشه برای کاری که باید صورت بگیره و کمیشترها معرفی شه. مطابق نظارت ما نه کار کمیته گزینش بی‌طرف بوده و استقلالیت داشته و نه کمیشنرهایی که امروز معرفی شدن از آدرس ریاست جمهوری اینا بی‌طرف هستن. ما دقیقاً اعضای کمیته گزینش میگه ما به صورت مستقلانه کار خود پیش بردیم و هیچ نوع نفوذ هیچ شخص و گروه را نه بالاخره تعامل نشدیم و نه قبول نکردیم. در اصل کمیته گزینش کمیته تکنیکی است و کمیته تکنیکی در حد حرف نمیتونه ثابت کنه که شفاف باش بودن، بلکه با ارائه اسناد اونا هیچ وقت اسناد را نکردن. از آغاز کارشان اگر ارائه کردن، دوست همکارایم هست اینا میتونن در مورد صحبت کنن، با ارائه اسناد اونا میتونستن ثابت کنن که چقدر شفاف بوده و اینا استقلالیت داشتن. ولی به باور ما، نه تنها به باور ما، به اساس نظارتی که ما انجام دادیم، معیارهای شفافیت نقض کردن، مداخله صورت گرفته و حتی ترکیبی که ایجاد شد ترکیب بی‌طرف نبوده. حالا با این وضعیت که بحث مسلکی بودن و بی‌طرفی کمیشنرهای جدید در نهادهای انتخاباتی یک سوال بسیار بزرگ هست، ببینیم که اینا چگونه برخورد میکنن. بحث بی‌طرف بودنشان، بحث مسلکی بودنشان، دو بحث بسیار مهم است. اما از این بابت آیا باز هم ریاست جمهوری تلاش میکنه که در تمام اجنده های از اینا دخالت کنه؟ مستقیم دخالت کرده؟ بحث انتخاب رئیس زیاد میانجیگری صورت گرفته در ریاست جمهوری و به یک نوع تشویق هم شده، کارم صورت گرفته. تا همین لحظه که اینا در کمیسیون معرفی شدن دخالت صورت گرفته غیر مستقیم، و ما هم نگران از این هستیم که اگر این قسم ادامه پیدا کنه، خود افراد که به عنوان کمیشنر شاید آدم های شایسته باشن، نقطه نظر تحصیل خوب دارن، چهره های جدید هستن، اما اگر این قسم دخالت صورت بگیره، اینا آزادی تصمیم گیری را نداشته باشن، ادامه پروسه فکر میکنیم یک چالش بسیار بزرگ خواهد بود برای کمیشنرهای جدید و برای ملت افغانستان که انتخابات بتونه بهتر مدیریت شود. پس شما هم دقیقاً امیدوار برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و سراسری در آینده نیستین؟ خب چند دلیل دیگه هم دارم اگر اجازه باشه شروع کنم. شما در افغانستان یک فرهنگی که متاسفانه نهادینه شده است که فاسد فساد میکنه اما فاسد ناپدید میشه. کسی که غاصب زمین است، زمین غصب میکنه اما ناپدید میشه. تقلبکار تقلب میکنه اما ناپدید میشه. هیچ محکمه صورت نمیگه که حداقل مشخصن که کی تقلب کرده، کی فساد کرده، کی زمین غصب کرده، کی جنگ سالار است، کی نیست. تمام این کلمات و بحث هایی که ارائه میشه در آخر همه چی ناپدید میشه. بس شما کمیشنرهای قبلی که فعلا مشاورین هستند در ریاست جمهوری، حالا اون کمیشنرها دقیقاً ناپدید نشدن، آمدن منعیس مشاور در ریاست جمهوری افغانستان دقیقاً کار میکنن. ناپدید شده، تقلب کار ناپدید شده. با تصمیمی که اینا گرفتن، اونا فعلا در کنار رئیس جمهور هستن، تقلب کار معلوم نیست که کی هست دیگه، این ثابت نشده. قبلا ادعایی بود که اونا نتونستن مدیریت کنن، اونا در تقلب دست داشتن، ولی امروز وقتی که اونا باز تقدیر میشن، چند مشکل ایجاد میکنه. یکی تقلب کار ناپدید میشه، دومی که به فرهنگ تقلب گسترده اینا کمک میکنن، و مسئله دیگه تشویق میشه کمیشنرهای جدید که اینا مگر در آینده ضعف داشته باشن و یا اگر به نفع کسی کار کنن، اینا مجازات نخواهند شد. بله، که این خودش تاثیرات منفی بالای ساختارهای انتخاباتی و بالای کمیشنرهای جدید در انتخابات داره. تشکر آقای بهادری.
حالا حکومت اقدامات را که انجام داده، یک تعداد از او اقدامات دقیقاً در تضاد با قوانین نافذه افغانستان هستند. هرگاه چنین است، فکر میکنید که ما بتانیم حالا پس از این بر قانون احترام بگذاریم و قوانین عملی بسازیم یا خیر؟ با عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای سعادتی، آقای ایوبزاده و بینندگان عزیز تلویزیون آرینا و شما، یک سوال بسیار مشکل شما مطرح کردین که وقتی حکومت و کل دولت از مسیر قانونی خود منحرف شده، دوباره ممکن هست که بر راه بیاید یا در چارچوب قوانین افغانستان دوباره؟ در بعض موارد من فکر میکنیم که اگر ما در گفتمان بحث انتخاباتی که مربوط به کمیسیون های انتخاباتی میشه، خب بحث کمیسیون های انتخاباتی و بحث انتخابات متاسفانه از اوائل شکل گیری حکومت مدرن پس از کنفرانس بن معضلات خود داشته. در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری، دوره دوم و به همین ترتیب تا دوره ای که ما در حال حاضر هستیم، بحث تقلبات انتخاباتی وجود داشته، اما یک رویکرد و یک حرکتی که برای نابودی کامل تقلبات انتخاباتی در افغانستان صورت گرفته باشه، که یک اراده کلی و جمعی وجود داشته باشه، متاسفانه شکل نگرفته. در حالی که ما قوانین داریم. بله، اولین اراده ای که شکل گرفت، من فکر میکنم که کمیسیون اصلاح انتخاباتی بود که برای اولین بار ممکن است در تاریخ افغانستان آنچه مردم میخواستن، آنچه نهادهای تخصصی میخواستن، اینها خواستن در قالب یک قانون بیارن که متاسفانه قبول نشد. یکی از مباحث بسیار مهم که بخشی از بحث آقای ایوبزاده و بحث آقای سعادتی هستن این بود که ما بارها پیشنهاد کردیم که در صورتی که ما در قانون انتخابات جرمنگاری نکنیم برای تخلف، برای موارد جرمی در قانون انتخابات، ما نمیتوانیم یک انتخابات شفاف داشته باشیم. آنچه آقای ایوبزاده اشاره کردند که کسانی که تقلب میکنن، کسانی که در واقع میان یک پروسه کلان ملی را سبوتاج میسازن و ممکن است منافع ملی، مصالح ملی و امنیت ملی را به خطر بسیار جدی مواجه میسازن، دوباره براءت حاصل میکنن و تبرئه میشن، واقعا یک بحث جدی است. و مهمترین بحث دیگری که ما بسیار نگران بودیم این بود که در چارچوب هر دو قوانین، تمامی قوانین انتخاباتی که تا فعلا تصویب و توشیح شده، هیچ نوع مسئولیتی جدی و مسئولیتی که در واقع کمیته گزینش بیشتر مسئول بسازه وجود ندارد. کمیته گزینش به عنوان یک نهاد فلتری و به عنوان یک نهادی که در واقع عناصری بسیار مهمه باید تشخیص بده، افراد درست باید تشخیص بده، هیچ نوع مسئولیتی نداره. شما ببینید در یک پروسه کلان ملی کمیته گزینش به عنوان یک نهاد استخدام کننده مطرح میشه و پس از انتخابات دیگه هیچ مسئولیتی نداره، یا پس از گزینش استخدام کننده نداره. یا دقیقاً معرفی کننده. معرفی کننده، بله. و این ما بارها بحث کردیم و ما فکر میکنیم در طرح اولیه موارد در قسمت کمیته گزینش جناب سعادتی صاحب که عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و در قسمت مسائل جرمی در نظر گرفتن، اما در این قانون بسیار وضاحت نداره. از این نقطه نظر، خب ما نمیخوایم بسیار منفی، یک گرایش منفی نسبت به پروسه انتخابات داشته باشم، اما به هر حال یک اجماع عمومی وجود دارد که در حال حاضر ما یک حرکت و یک گام مثبت نهادیم برای به خاطر تامین انتخابات. حالا گام مثبت با مشخصه های مثبت یا اینکه بالاخره با مشخصه های منفی و با بدگمانی ها؟ خب ما فکر میکنیم ما اگر یک مقدار بنیادی تر صحبت کنیم نسبت به انتخابات، بس انتخابات به عنوان یک چالشی و به عنوان یک معضل ملی هنوز در میان توده های مردم نهفته است. این که ما دوباره اعتماد برگردانیم برای مردم، ما واقعا نیاز به یک انتخابات شفاف داریم و تقابل سیاسی که بین سران نظام وجود دارد و در حال حاضر هر روز ممکن است نوع و سیمای دیگر با خود میگیره، باعث این میشد که شک و گمان ها را بیشتر بساز. اما در کل شفافیت انتخاباتی یگانه راهی هست که کل مؤلفه به نام دموکراسی وابسته به شفافیت انتخاباتی انتخابات. اما دقیقاً شفافیت انتخاباتی چند تا مؤلفه داره؟ دقیقاً آقای ایوبزاده معرفی کرد. حالا در کمیسیون های انتخاباتی دقیقاً این مؤلفه ها در نظر نگرفته. اشخاص، افرادی که منعیز کمیشنر معرفی شدن چنین مشخصه ها را ندارد. با توجه به این فکر میکنید که ما بالاخره مو حیثیت از دست رفته انتخابات ها رو دوباره بر بتانیم بگردانیم یا خیر؟ شاید ما زیاد باورمند به فرد، یک ساختارهایی که بیشتر فرد میوارد باشن، من خودم باور ندارم.
بیشتر ما استقلالیت ساختاری را ما باید بیشتر بالاش بحث کنیم و بحث بسیار مهم اراده سیاسی است. هرگاه اگر ما بزرگترین افراد، پاکترین افراد و نجیبترین افراد ما در هر دو کمیسیون بگماریم اما در عقب این یک اراده سیاسی وجود نداشته باشه، ما دوباره یک انتخابات بدی خواهیم داشت. آیا اون اراده سیاسی شکل گرفته و فعلا وجود داره؟ اما اگر اراده سیاسی برای عدم مداخله در امور کاری هر دو کمیسیون وجود داشته باشه، مطمئناً افرادی که در اینجا کار میکنن به تقلب نخواهند. اما بحث جدی است که وقتی ساختارها فرد میور میشه، ممکن است هر فرد دست به تقلب بزنه. مثلا اگر ما به عنوان یک کمیشنر اونجا حضور داشته باشه، ممکن است ما تمایل داشته باشم با دریافت پول به طور مثال مرتکب تقلب بشم، یا آقای ایوب زاده یا هر فرد دیگری باشد. بنابراین ما باید وارد یک سیستم بشیم، سیستمی را که جناب آقای سعادتی شروع کردن. آره، یکی از راه‌های حل است. در این قانون جدید انتخابات دقیقاً توجه آنچنانی بر ساختار نشده، اونجا دقیقاً توجه آنچنانی بر افراد کارگزار شده. بله کاملا، یک خطر بسیار جدی همین وجود دارد که باید در قانون انتخابات فعلی بیش اولویت، یک مقدار اولویت بندی میشد برای کارهای کمیسیون که متاسفانه او یک چنین کار نشد. بله، از این نقطه نظر من فکر میکنم که باز هم برمیگرده به اراده سیاسی و توانمندی اینها در امر مدیریت کمیسیون یک بحث بسیار جدی میتونه باشه. آقای بادری، حالا چند بار شما از اراده سیاسی یاد کردین؟ آیا اراده سیاسی شکل گرفته تا بالاخره انتخابات آینده مجلس نمایندگان شفاف، عادلانه و سراسری باشد یا خیر؟ خب من فکر میکنم که اراده سیاسی وقتی مردم و ما وقتی میتوانیم گفته که اراده سیاسی وجود دارد که مردم از نظر تاریخی به یک باورمندی نسبت به سیاستمداران پیدا کنند. ما به یک بارگی در یک نظام زندگی میکنیم که به شدت احساسات و عواطف مردم صدمه جدی دیده، هم در امر انتخابات، هم در پروسه های سیاسی، در تمام موارد. این نیاز به یک سیکل تاریخی داره که سیکل تاریخش انتخابات پیشی رو هست که مردم افغانستان درک خواهند کرد که آیا سران سیاسی اراده دارن یا خیر. انتخابات آینده یا دقیقاً عمل کرده که از اکنون ما شروع کردیم نشان دهنده اراده سیاسی ماست. بدون شک، خب ما قسمی که پیشتر خدمت شما عرض کردم، ما باورمندی به این جدی ندارم که خب A باشه B نباشه، B باشه A نباشه. هر فردی ممکن است مرتکب تخلفات و تقلبات انتخابات شود. اما بحث بسیار مهم این است که چطور در سیستم حتی افرادی که فاسد هستند در درون سیستم میتونن که شفاف عمل کنند. این بحث بسیار جدی است و بحث مهمترین بحثش اراده سیاسی میباشه. در صورتی که اراده سیاسی تداخل نداشته باشه، بسیار قطعی است که میتونه که تقلب صورت نگیره و انتخابات شفاف برگزار شه. اما اگر اراده سیاسی مثل که در گذشته وجود داشت تغییر کنه و ریاست اجرایی جمع ارگ ریاست جمهوری یک باورمندی کلی برای شفافیت انتخاباتی نداشته باشد، هیچ کسی نمیتواند پروسه کلان ملی را مدیریت کنه. بیننده های عزیز، وقفه داریم. پس از وقفه برنامه همچنان ادامه دارد. سلام مجدد، به ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. آقای سعادتی، بیان بر نگرانی تعداد از مردم نگران هستند کمیسیونایی که یا کمیشنرانی که خود مستقل نیستند و به نحوی از آنها از یک گروه دیگر معرفی شدند که در کمیسیون‌های انتخاباتی چقدر میتونن کار مستقلانه را پیش ببرن و کار مستقلانه کنن؟ خب مشکل هم اینجاست. البته بحث استقلال در افغانستان بیشتر بحث ذهنی میشه، یعنی تلاش میشه که وقتی بحث استقلال مطرح میکنه گرایش های افراد را پیدا بکنه. طبعا گرایش قابلیت دید را نداره، قابل اثبات نیست. یک کسی تصور میکنه که فلانی آدم مستقل نیست، او ادعا میکنه که ما مستقل هستم، بنابراین مشکلات خلق میکنه. پس باز هم برمیگردیم به اینکه نقص یا مشکل در افغانستان است که ما سازکارهای را خلق نتانستیم که متناسب به زو و در چارچوب زو هیچ کس نتانه خلاف اون سازکارها رفتار بکنه. بله، مشکل از اینجا ایجاد میشه و باز هم تکرار میکنم که نگرانی که شما اشاره کردین نگرانی واقعی است، چون آدمی به طرف در افغانستان وجود نداره. شاید کشورهای دیگه هم مشکل باشه که ما یک آدم کاملا به طرف بیاریم که بلا ذهنی
هیچ گرایشی به هیچ سمت نداشته باشه. ولی در افغانستان علاوه بر این که آدم به طرف نیست، وجود نداره، ما سازکارهای پاسخگو و مکانیزم دقیق و شفاف و پاسخگو نداریم تا در صورتی که افراد از اون مکانیزم فراتر رفت یا از اون سازکارها پیروی نکرد، ما به صورت عینی و دقیق و روشن نشان بدیم که در اینجا استقلال برهم خورده، در اینجا کار درست انجام نشده. در یک همچو حالتی طبیعی است که همه چیز مخلوط میشه. حالا شما اشاره میکنید که نه ساختار درست داریم و نه کارگزاران. درست، بالاخره کارگزاران ما آدمای بی‌طرف نیستن. کارگزاران البته ما نمیخوایم نقش کارگزار را دست کم بگیریم. کارگزاران در افغانستان نقش مهم داره. باز وقتی که به افراد نگاه میکنیم، البته خدا کنه که افراد قوی باشه و دارای یک عزم و اراده سیاسی برای کار بهتر باشه، ولی مشکل است که افرادی که دارای یک وزن سیاسی باشه که سرش محاسبه صورت بگیره و طرف هایی که میخواهیم مداخله بکنه حداقل به خاطر اون وزن و اعتبار سیاسی و علمی افراد جرأت مداخله نکنه، یک همچه افرادی هم متاسفانه تشریف ندارن، حضور ندارن. ممکن است تحصیلات داشته باشه، ولی افرادی است که به سختی میتوان شناخت در جامعه اینا سوابق ازی رو میتوان فهمید، به جز یکی دو نفر اگر فهمیده شود. اینا هم تأثیر خود داره. شما گاهی اوقات چون در کشورهای مثل افغانستان طبعا افراد گاهی بسیار مهم میشه، گاهی اوقات شما با یک فرد طرف هستین که یک شناختی نسبی در جامعه از او وجود داره، من حیث یک فرد با کرکتر، یک فرد نسبتاً مدیر، مدبر، یک فرد نسبتاً مستقل به لحاظ شخصی، یعنی تجارب کارهای گذشتهشی یک همچو ذهنیتی رو در جامعه خلق کرد. ولی شما وقتی افراد جدیدی رو میارین که اینا کاملاً جدید است، شناخت از اینا وجود نداره، نمیشه قضاوت کرد که به لحاظ اون رفتارهای شخصی اینا چگونه میتونه تبارز بکنه. حالا بخوام سوال رو مطرح کنم، هدف از آوردن اشخاص جدید، حالا آقای ایوب زاده اشاره کرد کم تجربه یا بی تجربه، در کمیسیون انتخاباتی چی بود هدف از آوردن اینها؟ ما نمیخوایم خیلی منفی قضاوت کنم، ولی فکر میکنم که برای حکومت ها معمولا آدم های بیشتر خریدار داره، آدم های بیشتر طرفدار داره که به یک شکلی بتونه باب میل و باب طبع حکومت رفتار بتونه. یعنی یک حدس و یک ذهنیت برای قدرت و حکومت وجود داشته باشه که افرادی که بسیار مستقل هستند و افرادی که مشهور هستند به استاد شدن در برابر زور و در برابر زورگویی، اونا نهان تلاش شده که افرادی بیاید که آرامتر باشه، افرادی بیاید که بتونه تعامل بکنه، افرادی بیاید که توان استادگی لازم نداشته باشه. این یک ذهنیت و یک گرایش طبیعی در افغانستان هست. پس یک برخورد سیاسی صورت گرفته با طبعا این افراد؟ چون هرگز نمیشه در افغانستان پروسه ها را خلاف، یعنی پروسه ها را جدا از نگرش های سیاسی و گرایش های سیاسی تصور کرد. بله. من فکر میکنم که معیارهای ظاهری ممکنه تا حدود رعایت شده باشه، به لحاظ تحصیلات، به لحاظ بعضی تجاربی که هست، اینا هم تا حدودی ممکن رعایت شده باشه. ولی بحثی است که در بین کسایی که حتی شارلست هم شده بود، ما بعضی افراد معدود یا محدودی را که ما میشناختیم، حالا اگر ما اشتباه نکنیم، به نظر ما به لحاظ تجربه، به لحاظ توانایی، به لحاظ شناخت آدم های بهتری بودن، اونا نامدن در شارلست. بله. یا اگر در شارلست هم آمدن، در بالا انتخاب نشدن. از این خاطر چون انتخابات یک پروسه جدا و شدیدا سیاسی است، علاقمندی هم وجود داره که در این پروسه سیاسی افرادی بیاید که بتونه تعامل کنه با حکومت کار کنه. من یعنی نمیتونم نفی کنم که اهداف خود یقینا این قابل انکار نیست. حالا اینکه چقدر تانسته و ما فعلا میخوایم که یکم احتیاط کنم، چون شخصیت ها را خیلی نمیشناسیم. امیدوار هستیم که اینا اثبات کنه که این تحلیل های ما غلط از آب در بیه. نه. ولی بحثی که حکومت علاقمندی داره، بلاک های قدرت علاقمندی داره که افراد بیایی که با اونا تعامل بیتونه، این یک بحثی واقعی است و قابل انکار. تشکر آقای ایوب زاده. حالا در
افغانستان و در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان و در کل در انتخابات افغانستان بحث ساختارها مورد توجه صورت نگرفته، مشخصا آمدن بالای کارگزاران. شما چند از پیش مشخصه از این کارگزاران گفتین. با این کارگزاران و با این کمیشنران میتونیم شاید انتخابات شفاف، سراسری و عادلانه باشه؟ میخواید؟ میخوام یک دو مورد کمی وضاحت بتم. پس این که مسلکی زیاد نیستن یا وابستگی دارن، ممکن تا جایی حل شه با همکاری نهادهای دستن در کار که میتونن کمک کنن در بخش مسلکی بودنشان. ما نهادهای توانا و با ظرفیت مسلکی بیرون از انتخابات، نهادهای انتخاباتی داریم که یه مسئله حل میشه. بس وابستگی هم طوری که سعادتی صاحب گفت، شاید 90% جامعه نتونه بی‌طرف باشه، یعنی وابستگی خود دارن یا قومی یا حزبی یا سمتی یا مذهبی. اما الان چی که مهم است، الان چی که مهم ایجاب بس استقلالیت هست. در همون چک شرایطی که ما قرار داریم با این ظرفیتی که فعلا هست، استقلالیت به معنای از این که اینا بتونن مستقل عمل کنن. عمل کرده مستقل کمیشنرهای جدید در نهادهای انتخاباتی میتونه یک راز موفقیت برای مدیریت انتخابات باشه. ما برای این که مستقل عمل نکنن، ما با این راه حل نداریم. اگر باز هم حکومت تلاش کنه یا سیاسیون تلاش کنه که آجندای خود شامل بحث های از اینا بسازه، اینجا بحث اصلی وقتی که مستقل عمل نشه، پروسه، چارچوب حقوقی، سازکارها همه نادیده گرفته میشه، میرن به طرف معاملگری ها، میرن به طرف سلیقه ها، که او زمان ما نمیتونم بیشتر خوشبین باشیم. در کن نگرانی مردم در این قسمت هست، شما میگن باید به صورت مستقل عمل کنند. اشخاص افرادی که بالاخره از طرف یک حزب، از طرف یک نهاد، از طرف یک جنایی از حکومت حالا در کمیسیون انتخاباتی معرفی شدن، چگونه بالاخره عقل قبول میکند که اینا بیاین مستقلانه عمل کنن با توجه بر این مسئله که توجه آنچنانی بر ساختارها نشده که ساختارها بتواند اینا را کنترل کند و نگذارد کار آنچنانی و نفع یک گروه و یک حزب کند؟ ما دو امیدواری دارم با شناختی که از جامعه خود پیدا کردیم. یک امیدواری هست که انتخابات به عنوان یک آزمون بزرگ در پیش روی ما هست و این را همه درک میکنن، به شمول جامعه جهانی، هر شهروند جامعه، و ناکام ساختن این آزمون بزرگ به نفع هیچ کی تمام نخواهد شد. یک امیدواری همی است. امیدواری دومی که من دارم این است که خوشبختانه بگویم یا بدبختانه، ما حامیای فکری در یک سطح بسیار پایین در سیاست مدارا داریم. کسایی که ادامه کنن حامیای فکری دارن شاید بسیار دقیق نباشه. خوشبختانه خیلی وقتا سلیقه ها ترجیح میده که به کدام مسیر بره روند. همی کسایی که حتی وابستگی دارن از حکومت معرفی شدن اکثریتش، و اینا حامیای فکری رهبران نیستن، حامیای فکری سیاسی نیستن و بدون شک فکرهای خودم دارن برای پیشبرد یک روند. یک دیگر باید در نظر داشته باشه. امیدواری هست که برای بهبود پروژه میتونه ایجاد کنه و موثریت داشته باشه. آقای ایوب زاده، شما فعلا یک نوع آرمان گرایانه صحبت نمیکنید؟ با توجه به چند لحظه پیش شما دقیقا مشخص کردین که این کمیشنرها دقیقا تجربه ندارد، استقلالیت ندارد و بالاخره بی‌طرفی همچنان. با توجه به اون مشخصا در خلال من شما آرمان گرایانه صحبت میکنید و بنا از اون از خان مردم به طرف دیگر نمیکشانید؟ ببین که ما واقعیت را بگوییم. حالا واقعیت را شما چند از پیش بیان کردید. مشترا گفتید به طرف نیست طرف استقلالیت ما هر دو طرف و بالاخره تخصصیت ما هر دو طرف سکر باید در موردش بحث کنیم. یک طرف سکه هم نیست که اینا بس تجربه مشکل دارن، مهارت انتخاباتی ندارن. من اینو باز تکرار میکنم، وابستگی خود دارن. یک طرف سکه است. طرف دوم سکه ایست که دو نوع امیدواری ایجاد میشه و بحث الان چی که ما امروز به دید شک میبینیم، هنوز مطمئن نیستیم و منتظر عمل کردشان هستیم، او مستقل بودن از اینا هست که اینا مستقل در کارهای انتخاباتی عمل کنن و هیچ نوع آجندای حکومت شامل بحث های از اینا در انتخابات نشد. ما اگر اینا مستقل عمل کنن و بحث همون دو نوع امیدواری است که امیدوارم کمی وقت داشته باشه که حامیای فکری حکومتی ها نباشن اینا و فکر خدا به عنوان یک شهروند در جامعه داشته باشن،
و این انتخابات آینده را به عنوان یک آزمون بزرگ که پذیرفته باشند و درک کرده باشند که اگر ما این آزمون ناکام بانیم دیگر راه برگشت وجود نداره. بله. بنان طرف دوم سکه همین میگه که اگر اینا واقعا فکرهای خود به عنوان یک شهروند وطن پرست وطن دوست شامل بحثای ملی بسازن و اجازه نتن فکر سیاسیون یا حکومتی ها را که منافع از اونا کار صورت بگیره این امکانش است. اما فعلا هر نوع قضاوت ما میارها و شاخصها روش بحث میکنیم، یافته های خود شریک میسازیم با ملت افغانستان، ولی هر نوع قضاوت در مورد عمل کردشان به نظر من اشتباه است. منتظر از این میباشیم که آیا اینا مستقل عمل میکنن یا واقعا حکومتی عمل میکنن. اگر مستقل عمل کردن میریم به طرف کامیابی، اگر حکومتی عمل کردن باز میریم به طرف تقلب گسترده. تشکر آقای بهادری. کمیشنران جدید از دید شما توقعات مردم برآورده خواهد ساخت یا خیر حالا در عرصه انتخابات دقیقاً؟ خب ما فکر میکنیم که به لحاظ اجتماعی جامعه ما فوق العاده یک جامعه هست که عوامل زیادی برای این وجود دارد که افراد تعلق میگیرند. عوامل قومی وجود دارد، عوامل زبانی وجود دارد، عوامل مذهبی وجود دارد، سمتی، و به هر اندازه‌ای که ما هیرم در واقع بالاش بحث کنیم افزایش پیدا میکنه. بنابراین یک از نظر جامعه شناسی یک رابطه بسیار سیستماتیک بین آنچه ما از نظر فردی عمل میکنیم و آنچه در نهادها عمل میکنیم رابطه وجود دارد که به شدت آسیب پذیر است. ارگو اگر ما با این روی کرد بحث خود ادامه بدیم، مطمئنا شک و گمان های ما بیشتر میشه نسبت به وابستگی کمیشتران نسبت به اراده سیاسی در آینده انتخابات. اما اگر ما بیاییم از دید فردی کمیشنر را مورد بحث قرار بدهیم که جایگاه های فردی اینها را ما در یک درازای تاریخ که در حکومت داری افغانستان بوده مورد مطالعه قرار بدهیم، ما بیشتر اطلاعات نداریم و سنجش های بسیار لازم وجود دارد در دیگر کشورها که افراد از نظر فردی بیشتر رو با روی کرد های فردگرایانه مورد مطالعه قرار میده و انمیه به اساس سنجش باز جایگاهی دولتی و در نظام حکومتداری تعیین میکنه. اشاره شما به من روانشناختی سیاسی از کاملا ما یک چنین روی کرده یک در قالبی نظام سیاسی خود نداریم. افراد به اساس وابستگی های عجیب و غریبی که دارن وارد نظام میشن، ممکن است در یک بخش نظام ما افراد داشته باشیم که هیچ اخلاق حکومتداری نداشته باشه، متاسفانه وارد نظام شده، اما در بخش دیگری نظام ما ممکن است یک انسان فوق العاده خوب است در یک جای کار میکنه که بسیار نمیتونه که مؤثر باشه. از این نقطه نظر ما اگر بیشتر بحث کنیم، ما فکر میکنیم که یک بحث بسیار جدی همین باشه که ما چطور افراد با توجه به مسائل اخلاقی، با توجه به کارکردگی که در نظام ها دارن چگونه بگماریم، یک بحث بسیار جدی است که متاسفانه در افغانستان در نظر نگرفته بله، شده. اما این که خب مثلا بس ما دیروز شنیدیم در یکی از مجلس ها که یکی از اعضای این کمیسیون ها دارای چندین خانه از در کابل در حالی که با ماش کافی نداشتن. خب ما میتونیم وقتی افشاگری داشته باشیم، وقتی مردم دسترسی داشته باشن به اطلاعات لازم نسبت به عملکرد افراد، نسبت به زندگی انسانهایی که کاملا سرنوشتی اونها با اونها گره خورده یا منافع عمر اونها بیشتر توجه میکنن، اطلاعات بیشتر داشته باشن، من فکر میکنم با ما اندازه شفافیت ایجاد میشه و خودی مردم میتونن، شهروندان میتونن به عنوان بزرگترین ماشین تولید کننده انسانهای خوب عمل کنن. از این نقطه نظر نبود این روی کردها یک بحث بسیار جدی و یک فقدان در واقع نظارتی است. اما چند مورد ما به عنوان یک بحث نمیتونم بحث بسیار تخصصی داشته باشم، مثل جناب آقای سعادتی و آقای ایوبزاده که در بحث های انتخاباتی زیاد داخل بودن. بله. اما چند مورد ما به باور ما زیاد میتونه که موثر باشه. کدام هست؟ بحث اول است که نظارت بیرونی باید، نظارت از عملکرد هر دو کمیسیون باید بیشتر شود. هم نهادهای داخلی، هم جامعه مدنی، هم نهادهای بین المللی میتونن موثر باشن، چنانچه هرچند در انتخابات گذشته ما نهادهای بین المللی زیاد موثر نبودن. و بحث دیگر مقررات و طرز عمل هایی که اینها میسازن، ظرفیت اینها را ثابت میسازه که چطور مقررات با توجه به قوانین و با توجه به نبود ظرفیت هایی که در گذشته وجود داشت یا ضعف هایی که در گذشته وجود داشت، چطور اینها مکانیزم های ایجاد میکنن، در واقع خود مکانیزم ها به صورت اتومات شفافیت تامین کنه، یک بحث بسیار جدی است. و بحث دیگر که بسیار مهم است، ما فکر میکنیم بخش اداری هر دو کمیسیون هست. بیشتر انتقلبات انتخابات در انتخابات گذشته توسط
در واقع دارالانشا های هر دو کمیسیون صورت گرفت و افرادی که در سطوح پایانی کار میکردن صورت گرفت، در بحث ولایات، در بحث کابل، همه اینا. اگر این موارد ما جدی بپنداره، من فکر میکنیم که باید یک مقدار خوشبینانه، نگرش خوشبینانه داشته باشیم نسبت به انتخابات آینده. هرگاه اگر ما نگرش خوشبینانه و نسبت به انتخابات آینده نداشته باشیم و امیدوار نباشیم به یک زندگی سیاسی مسالمت آمیز، من فکر میکنم که ابعاد منفیش بیشتر خواهد بود به دلایل بحث سایکولوژیکی یا بحث روانی سیاسی، ممکن است بحث روانی اجتماعی مطرح میشه. بر اندازه ما یک مقدار بیشتر خوشبینانه باشیم و برای خوبی کار کمیسیون ها باید کار کنیم. مهم، بسیار بحث مهم نیست که ما باشم، محمود باشه، احمد باشه، کی باشه. بحث بسیار مهم این است که ما احمد چطور در راه آورده میتونیم و یک نظامی که حالا اشاره از ما کی است؟ اشاره از ما حکومت است یا بله از ما همه که ما زندگی میکنیم، همین حکومت، کمیسیون های انتخاباتی، کمیشنرهایی که اونجا گماشته شدن، کمیشنرهایی نیستن. حالا همین ما را که شما اشاره میکنین در خیال انتخابات 93 به 90000 به چالش کشاندن. بدون شک کمیشنرهایی که گماشته شده برای آقای اشرف غنی و برای آقای دکتر عبدالله نیستن. ولی از طرف اینا در خیال معرفی شده و انتخاب شدن. اینا برای یک پروسه ملی گماشته شدن و اینها نباید تنها برای افتخار آفرینی برای والدین خود کار کنند. افتخار آفرینی برای یک ملت بزرگی به نام افغانستان باید کار کنند و مردم از اینا توقع داره. بحث بسیار جدی که من میخوام مطرح کنم این است که ما باید در حقیقت مکانیزما و راههای را جستجو کنیم که افرادی که میخواهند منحرف شوند ما اونها رو برا بیاریم. بله. بحث جدی ما بالای کمیسیون هست. آقای سعادتی میتونن مؤثر باشن، جناب ایوب زاده صاحب میتونن. یعنی بالای ساختارا باید کار کنیم، نه بالای کارگزاران. شما میتونن، رسانه ها میتونن مؤثر باشن. همه ای ما نگذاریم که کسانی که به سرنوشت ما، در واقع سرنوشت ما به نحوی با اونها تعیین شده پیوند خورده، ما بگذاریم که اونها در قهقرای بروند که باز نه ما اونها نجات داده بتونم و نه خود اونها نجات داده باشه. از این نقطه نظر یک مقدار باید خوشبینانه باشیم و از آغازین مراحل کار این کمیسیون ها شدیداً تحت نظارت مردم باشن، نیادهایی که تخصصی عمل میکنن اونها همکاری کنن، پارلمان افغانستان و تمام نیادهایی که میتونن موثر باشن در این پروسه باید همگام باشن. خب به هر حال پروسه آغاز شده، ما نمیتوانیم این پروسه را توقف بدهیم و نمیتوانیم که آغاز پروسه هم دقیقاً با نقدهای همراه بوده. کاملا ما نقد داریم، کسانی که شناخته نشدن آمدن در کمیسیون، کسانی که من پیشتر خدمت شما عرض کردم گفتم میشه که چندین حویلی در کابل داره، او آمده از کجا کرده؟ باید شفافیت برای مردم بگه که سرمایه‌ای که داره برای کمیسیون مبارزه علیه فسادی داره برش باید افشاگری کنه برای مردم، خانه هایی خریده و اساس فساد گرفته، یا خودش سرمایه گذاری کرده، خودش سرمایه دار بوده، یا به اساس معاشی که گرفته. این مرد نیازمندی است که مردم باید اطلاعات بیشتر داشته باشن نسبت به زندگی کسانی که در حقیقت تمثیل کننده اراده مردم با توجه به نیازهای عامه هستند. آقای ایوب‌زاده یک دقیقه فرصت داره بخوام بپرسم که کمیشنرها چه کار را باید انجام بدن اکنون در این مرحله. حالا کار خود کمیشنران کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در خیلی آغاز کرده، چه کارها را باید انجام بدن؟ وقت بسیار کم دارن، وقت کافی از زد داده شده، اینا بسیار سریع یک مطالعه دقیق و مسلکی از منابع موجود در نهادهای انتخاباتی داشته باشن. بله. دومی که ارزیابی کنن که چه کارها بهتر انجام داده شده در گذشته و چه کارها درست انجام داده نشده و راهکارهای جدید را اینا بتونن روش کار کنن تا این که حداقل پروسه بهتر کار کنن. مسئله دیگه این که اینا تلاش کنن روی یک مکانیزم کار کنن که تمام نهادهای دستکار با شمول ناظرین اینا دخیل بسازن در پروسه ها. بله. نه که فقط در حد شریک نمودن معلومات، بلکه در تمام پروسه ها دخیل بسازن و همین پروسه ملی را با اشتراک همه ملی بودنش را تضمین کنن. بله. و بعدن برن به طرف اصلاح مسائل اسناد حقوقی در نهادهای خود در داخل نهاد و برن به طرف طرحهای جدید مثل استفاده از تکنولوژی، تعیین سرای دهندگان و بحث ارتباطات، استخدام مسئولین ولایتی که از جمله اولیت است که باید صورت بگیره و در نهادش بحث امنیتی که اینو رهبری کنن، یک ارزیابی امنیتی دقیق تشکر. و همکاری نهادهای امنیتی صورت بگیره. آقای وکیل، حکومت چه کارا را باید در شرایط کنونی و در این مرحله چه کارا را باید انجام بده؟ خب کاش حکومت از توصیه و گفتی مردم می بود. اگر حکومت واقعا بخواهد که یک انتخابات درست انجام شد، ما باز تاکید میکنم که
حکومت باید صلاحیت میداد به کمیسیون انتخابات و بودیجهش تأمین میکرد و به کمیسیون انتخابات گفته میشد، یعنی پیشنهاد میشد که لیست دهندگان باید قبل از هر انتخابات باید تهیه شد. تقریبا یکی از اولویت های کاری کمیسیون انتخابات همین است که لیست دهندگان باید بعید میدانم که چنین چیزی وجود داشته باشه. در غیر اون صورت راه رفتن در تاریکی است و راه رفتن از کسی که در تاریکی راه میره انتظار نداشته باشیم که هیچ خطا و هیچ مشکلی در جریانی راه رفتن. آقای بهادری 20 ثانیه فرصت داریم، معرف اخیر شما بشنویم. ما فکر میکنیم که ما باید خوشبینانه باشیم و آنچه که دوستا اشاره کردن در کنار اوی که کار انجام میتن تعهد بیشتر نسبت به آنچه که در گذشته وجود نداشته او را بیشتر ببینم یک بازنگری کلی داشته باشن میتونن که موفق باشن. تشکر آقای بهادری، آقای افزاده و آقای سعادتی از حضورتان در بحث ما. ببینید، از تشکر شما هم تا برنامه بعد شما را به الله بنیاز میسپارم.